سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن آفتابی اما اندکی سرد همراه شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، 40 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران مردم ایران و ایران چه وضعیتی دارند؟ نسل‌های برآمده از انقلاب یا نسل‌های پس از انقلاب چه آینده‌ای رو در پیش روی خود دارند و به کجا می‌رود ایران و ایرانیان؟ سفره مردم ایران رو انقلاب چگونه تحویل گرفت؟ امروز به چه روزی افتاده است؟ موقعیت ایران، موقعیت سیاسی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی چگونه است؟ و نفت ایران که یکی از عوامل تعیین کننده در بازار نفتی جهان بود امروز چه وضعیتی دارد؟ وزیر حکومت انقلابی اسلامی ایران بیژن زنگنه گله می کند که نفت ایران در چنبره تحریم ها خریداری ندارد و نیز تأکید می کند برخلاف آنچه که آیت الله خمینی وعده داده بود قیمت مواد سوختی را در ایران تا حدی که مردم بتوانند تا نهایت تحمل مردم افزایش خواهند داد. و خبرهای دیگر بر محور انقلاب 40 ساله ایران که روحانیت شیعه را به قصرها و کاخها رسانده است. انقلابی که آیت الله خمینی گفته بود هدفش آباد ساختن زندگی کوخ نشینان است. با من و شما هستند آقای حسن اعتمادی، فعال سیاسی در استکهلم و در نیویورک، آقای شروان فشندی، تحلیلگر اقتصادی و عضو گروه فرشگر. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی سلام به شما. سلام خدمت شما آقای چالنگی، به خدمت همکارانتون، خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه و همچنین دیگر مهمان برنامه جناب آقای فشندی. و آقای فشندی با سلام به شما در نیویورک. درود به شما آقای چالنگی و همچنین بینندگان و شنوندگان در منزلها و جناب حسن اعتمادی. آقای اعتمادی، 40 سال پیش چون این روزهایی دو سه روزی چند روزی مونده به اونچه که پیروزی انقلاب خونده می شد، شما خاطرتون هست، من و هم نسلان من نیست، انقلاب اگر شما بخواید گزارش کنید به عنوان یک گزارشگر دقیق انقلاب و بعد از 40 سال نگاه که می کنید این کارنامه رو چگونه گزارش می کنید؟ متاسفانه اگرچه بررسی کردن تمام جوانب و زوایای مربوط به انقلاب و پیش از اون کار ساده نیست، خودتونم میدونید در بسیار فرصتی که در یک برنامه یک ساعته بخواد بگنجه، اما من میتونم به اختصار به مواردی اشاره بکنم و یک مقایسه کلی با اون چه که ایران پیش از انقلاب بود و ایران بعد از 40 سال که از عمر انقلاب اون میگذره. به نظر من میشه در یک کلام گفت فاجعه، یعنی اینه که در دوران پیش از انقلاب کشوری که به معنای نیروی ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بود و به نادرستی و شاید هم به درستی از سوی مخالفین رژیم گذشته اون رو ژاندارم منطقه مینامیدن، یعنی نیرویی که میتونست تمام خاورمیانه رو با داشتن روابط سیاسی و دیپلماتیک و نیروی نظامی قابل توجه امنیت و ثباتش رو تضمین بکنه. امروز حکومت اسلامی که در ایران حاکم است به عنوان یک حکومت شر، حکومتی که امنیت و ثبات منطقه رو به هم ریخته، این از لحاظ سیاست منطقه‌ای. از لحاظ اقتصادی
آن زمان نمایندگان بزرگترین کمپانی‌های جهان به سوی تهران بودند برای مذاکره و برای عقد قراردادهای گوناگون برای تولید، به اصطلاح تأسیس مراکز صنعتی و تولیدی به یک معنا و پیشرفت کشور. ولی اکنون ما در برابر جهانیان آنچنان دچار مشکل شدیم که حتی حاضر نیستن نفت ما رو بخرن و حاضر نیستن کوچکترین سرمایه گذاری در کشور ما بکنن. از لحاظ اقتصادی که کشور ما به اقتصاد نفتی متکی است و بدون داشتن درآمد نفتی قادر نیست که امور مسائل اقتصادی خودش رو بگردونه، در اون زمان دولت ایران و حکومت ایران، یعنی پیش از انقلاب، حاکم بر تعیین سیاست فروش و استخراج و صادرات نفتی بود. ایران بود که میتونست در بازار بین المللی قیمت نفت رو تعیین بکنه. ولی امروزه حتی کشورهای همسایه ما هم جرأت ندارن که از ما نفت بخرن. بنابراین نمونه های از این دست نشان دهنده این است که بعد از 40 سال فاجعه ای که در ایران رخ داد، امروز نتایجی رو ما باش روبرو هستیم که به شدت نگران کننده است و در انظار جهانیان ما به عنوان یک کشور، نه به عنوان ژاندارم منطقه، نه به عنوان عامل امنیت، بلکه به عنوان پرورش و حمایت از تروریسم برای به هم زدن ثبات، و در عین حال از لحاظ اقتصادی و از لحاظ وجهه جهانی کشوری است که کوچکترین اعتباری در نزد جهانیان در سازمان‌های بین المللی و حتی کشورهایی که مانند کشورهای اروپایی تا همین دیروز به عنوان حامیان و متحدین این کشور بودن، یعنی حکومت اسلامی بودن، امروز حاضر نیستن کوچکترین روابط اقتصادی و سیاسی رو با حکومت اسلامی ایران برقرار کنن و اون رو حفظ کنن. کارنامه اقتصادی این حکومت های فشندی چطور ارزیابی میکنید؟ و به ویژه بر محور نفت ایران که ایران رهبری عملا اوپک رو در دست داشت، بزرگترین تجمع و تشکل و کارتل نفتی پیش از انقلاب. بله، همونجور که میدونید خب ایران پیش از انقلاب اسلامی، پیش از خودکشی ملی، در واقع به مدت تقریبا 15 سال یا بیشتر در همین حدود رشد اقتصادی دو رقمی در سال داشت. این فقط هم محدود به بخش نفتی نبود، در واقع ایران داشت با شتاب بسیاری، شاید بیش از هر کشوری در آسیا پس از اون دوره جهش ژاپن بعد از جنگ جهانی، حالا اونو بذاریم کنار، داشت با شتاب بسیاری، شتاب بالایی داشت صنعتی میشد، قطعا با شتاب بالاتر از کره جنوبی اون زمان و همچنین ترکیه و کشورهای دیگه‌ای که الان فرسنگ‌ها از ایران جلوتر هستن و مسیر پیشرفت رو در نوردیدن. خب اون روند متوقف شد، بیشتر کارخانه‌های صنعتی امروز ورشکسته یا نیمه ورشکسته هستند و همچنین در قسمت نفت، خب ایران یکی از اعضای مؤسس اوپک بود و یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های نفت، جوری که ایران میتونست با اندکی، با در حد مثلا 10%، 20%، 5% بالا پایین بردن تولید خودش، بازار نفت جهانی رو جابجا بکنه. در صورتی که الان شما ببینید مثلا از نوامبر تا حالا که از آبان ماه که فرض کنید نفت ایران رو تحریم کردن و در واقع صادرات نفت ایران فرض به نصف رسیده، یا حالا نسبت پیش از تحریم، نسبت یک سال قبل، قیمت نفت بلکه پایین هم اومده، یعنی اصلا اینقدر تولید نفت ایران کم شده که و همچنین صادراتش مهمتر از اون کم شده که اصلا در بازار جهانی وزنه تاثیرگذاری نیست. یعنی پیش از تحریم ها ژانویه پارسال، یعنی پارسال همین مواقع ژانویه و فوریه 2018، ایران 2.7 تا 2.6 این حدودا میلیون بشکه در روز، 2.7 تا 2.6 میلیون بشکه در روز صادر میکرد، چون صادراتو برده بودن بالا، چون میرسن که تحریم ها در راهه. ما میدونیم که جمهوری اسلامی میدونست که تحریم ها در راهه. از کجا میدونیم؟ از اونجا که فرار سرمایه و خارج کردن دلار شتاب بسیاری گرفته در اون بازه یک ساله پیش از اجرای شدن تحریم ها. خب کی دلار رو خارج میکنه؟ آقازادگانی که از سفره انقلاب خارج میکنن، اونا اطلاعات بیشتر از من و شما دارن. و بله، عرض میکردم که صادرات نفتی رو به شدت برده بود بالا و در اوج صادرات، اون اوج ظرفیت صادرات ایران، تحریم هم نبود، 2.6 تا 2.7 میلیون بشکه بود. 40 سال پیش میبینید که
ایران میتونستش بیش از 4 میلیون بشکه نفت راحت صادر بود. الان که پس از تحریم ها یک و اندی بلکه 1 میلیون بشکه صادرات در روز خواهد داشت ایران. این اصلا نشون میده که حالا بحث تحریم ها بکنن اصلا از نظر فنی از تکنولوژیک هم ایران دیگه اون ظرفیت صادرات رو نداره، به دلیل اینکه 40 سال منابع نفتی درست مدیریت نشده، فشار شاه از تکنولوژی روز بهره نگرفته. همونجوری که میدونید شما نفت در عین اینکه سرمایه بسیار بزرگی هست، صنعت بسیار سرمایه بری هم هست، مثلا کپیتال اینتنسیو، یعنی باید پول زیادی خرجش بشه، فقط هم پول نیست، باید تکنولوژی زیادی درش مصرف بشه، بهترین تکنولوژی روز دنیا و ما از اون 40 سالی که محرومیم. یه نظر اقتصادی نتیجه‌اش هم اضمحلال کامل و فروپاشی کامل اقتصادی کشور و گسترش فقر و اینکه دیگه خود بانیان انقلاب اومدن اذعان میکنن که مردم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی انقلاب نکردن، برای ارزش ها و چه انقلاب کردن. خود این اعتراف به شکست، خب این اعتراف به شکست آقای اعتمادی، اون طرفش اعتراف یا ادعای این هم هست که ما باعث بیداری اسلامی شدیم. درسته که قبل از انقلاب اسلامی آمریکا حمایت کننده افراطی ترین گروه های اسلامی بود در بسیج علیه شوروی در افغانستان به نحوی، اما این انقلاب اسلامی بود که به هر حال به گروه های اسلامی، تشکل های اسلامی در سراسر جهان اعتماد به نفس داد و الان اونچه که به عنوان اسلام در این شما سو علم برافراشته و حتی در مواردی خود واشنگتن، حتی دولت ترامپ هم حاضر هست بشینه با اونها مذاکره کنه، اینها رو همه رو ناشی از انقلاب اسلامی ایران میدونه. خب کاملا این مسئله واقعیت داره، ولی اینکه آیا ایده روحانی در ایران عامل اصلی این شکلگیری این واقعیت کنونی در منطقه خاورمیانه و سایر کشورهای اسلامی دنیا شدن یک بحثه، و اینکه اکنون اینها به عنوان عامل اصلی هم معرفی میشن یک بس. من تصور میکنم که طراحان اصلی این واقعه شوم در خارج از ایران بودن، منتها نیرویی که در ایران عامل به اجرا درآوردن این وضعیت بود انقلابیون مسلمان ما بودن که در رأسش آیت الله خمینی و سایر روحانیون انقلابی قرار داشتن. اونا به خوبی میدونستن که حکومت مذهبی سرانجام چه فجایعی رو میتونه به بار بیاره و چه تأثیراتی رو به خصوص در خاورمیانه به عنوان یکی از مناطقی که مردمانش بیشترین گرایش مذهبی به اسلام رو دارن، چه شیعه گری و چه سنی، مستعد این هستن که از هر سو شرایط رو برای نابودی منطقه فراهم بکنن. و همونطور که خود شما اشاره کردید، انقلاب اسلامی منشأ و مبدأ آغاز این ویرانگری است. بلافاصله بعد از به کار اومدن حکومت اسلامی در ایران، جنگ 8 ساله ویرانگر ایران و عراق شروع میشه، دو کشوری که مسلمان هستن مردمش، اما حکومت مذهبی که در ایران حاکم هست توجیهات مذهبی داره به خاطر انتقال و یا به اصطلاح صدور انقلاب اسلامی در سایر کشورهای اسلامی، چیزی که آیت الله خمینی از روز نخست گفت که قصد دارد که تمام این کشورها رو تحت سلطه حکومت الله در بیاره، و عملا هم در طی 40 ساله تا کنون به درستی و با به اصطلاح در نظر گرفتن تمام جوانب این سیاست پیش رفته. امروز حتی زمانی که حکومت حاکم بر کشور ما در معرض خطر نابودی و فروپاشی قرار گرفته، اینها یک قدم از تمام سیاست‌هایی که در طی 40 سال گذشته در کشورهای خاورمیانه، در عراق، در افغانستان، در سوریه، در لبنان، در یمن و در سایر کشورهای اسلامی به کار بردن و سرمایه‌های ملی مردم کشور رو در اونجا هزینه کردند و میلیارد دلار در آنجا خرج کردند تا با ایجاد جنگ و آشوب انقلاب اسلامی رو صادر بکنن، نتیجه عملکرد این حکومت بوده. اما همطور که خدمتون اشاره کردم، این اتفاق بدون کمک قدرت‌های خارجی رخ نمیداد. کاملا امروز برای همه ما کاملا روشنه که این سیاست‌های دولت وقت امریکا بود که تونست با کنار زدن شاه و نادیده گرفتن نقش او در منطقه به خاطر منافع دراز مدت خودشون
حکومتی رو در ایران روی کار آوردن که نتیجهش امروز همین فجایعی است که شاهد هستیم. بنابراین حکومت اسلامی ایران طبق باورهای مذهبی خودش عمل کرده و باید بپذیریم که سایر قدرت‌های جهان هم این رو میدونستن که دارن از چه حکومتی حمایت میکنن. اونا به خوبی میدونستن که آیت الله خمینی با چه نیتی انقلاب اسلامی رو بر پای گذاری کرده و با چه نیتی قصد صدور اون رو داره. خب چرا در بخش قبلی صحبتتون اشاره کردید که جهانیان از این وضعیت ناراحت هستن یا روی خوشی ندارن؟ چرا؟ چه جای گله هست اگر چون این هست که میدونستن که دارن چه میکنن؟ ببینید آقای چالنگی، جهانیان در عرض همین یک سال اخیره که دیگه دل خوشی از حکومت اسلامی ندارن. قدرت‌های بزرگ جهانی در منطقه و در جهان در طی 39 سال گذشته با سیاست‌های مماشاتگرایانه خودشون، چه دولت‌های وقت امریکا و چه دولت‌های اروپایی و چه روسیه و چه چین و چه سایر کشورهای خاورمیانه، با حکومت اسلامی ایران مماشات کردند. امروز دوره حیات این حکومت به پایان رسیده و باید در موردش تصمیم جدیدی بگیرن. واقعیت اینه که امروز متاسفانه با توجه به شرایط سیاسی کشور ما دوباره کسای دیگه دارن تصمیم میگیرن برای سرنوشت 40 سال آینده کشورمون. در نتیجه شما خودتون میدونید بدون نقش و بدون به اصطلاح دخالت قدرت‌های خارجی تاریخ کشور ما ورق نمیخوره. تا زمانی که مردم کشور ما و گروه‌های سیاسی و روشنفکران ما اتکا به خودشون نداشته باشن و با اتکا به خودشون تاریخ کشور رو ورق نزنن و سرنوشت کشور رو به دست نگیرن، این بازی مضحک و تراژدی همچنان میتونه تکرار بشه. من فقط عرضم این بود که این آخونده به تنهایی میتونستن که چنین نفوذی رو در منطقه به این سادگی به دست بیارن بدون حمایت خارجی. من اشاره کردم به مذاکرات آمریکا و گروه‌های اسلامی، اشاره من به مذاکرات اخیر میان آقای زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا بود و نمایندگانی هم از طالبان و گروه‌های دیگر در افغانستان. این بحث دیگری است و موضوعی دیگر و فقط در حاشیه بحث هستی ما مورد اشاره من قرار گرفت. آقای فشندی، ببینید اشاره میکنن ایشون الان وضعیتی که هست، وضعیتی که الان ایران داره، تا چه اندازه از نظر سوق الجیشی اهمیتی رو داره که سابقا داشت؟ چون سابقا میگفتن این نظریه وجود داشت که ایران از نظر سوق الجیشی در جغرافیایی قرار داره که هر اتفاقی در اونجا میتونه پیامدهای امواجی داشته باشه برای منطقه و جهان، و عملا انقلاب اسلامی هم چنین بود. اما در حال حاضر این وضعیت رو با اون موقعیت قیاس کنید به ما چه خواهید گفت؟ بله، با وجود اینکه از نظر اقتصادی خب همونش که بحث کردیم در واقع تأثیر و اهمیت ایران در بازار نفت و در اقتصاد جهان متاسفانه کم شده، اما همچنان از نظر سوق الجیشی در واقع ایران همچنان اهمیت خودش رو داره، به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، به دلیل اینکه در پلی بین آسیا و اروپا واقع شده، در منطقه خاورمیانه است، آبراهه یا تنگه هرمز رو تا حدودی نه کامل برش کنترل داره، البته همین کنترل نیمه نصفه هم که بر تنگه استراتژیک هرمز داریم، باید بگیم که به خاطر همون سه بخشش، به خاطر همون سه جزیره ای که با درایت شاه فقید در واقع برای ایران در واقع برای ایران محصور شد و جزء تمامیت ارضی ایران به حساب اومد. خب این اهمیت خودش رو داره، اما متاسفانه به یک گونه دیگه برای جهان مهم شده، به این معنی که ایران در واقع حکومت ایران در نقش یک گروگانگیر ظاهر شده که به طرق مختلف جهان رو تهدید می‌کنه. یعنی مهم هست منتها از باب اینکه یک گروگانگیر ممکنه فرض کنید که سرخط اول اخباری کشور باشه، نه به این معنی که شخص مهمی داره به جهان خدمت می‌کنه، بلکه به این معنی که امنیت
بخش بزرگی از جامعه رو به خطر انداخته و متاسفانه حکومت ایران چنین نقشی در سطح جهان داره. یعنی یک روز تهدید میکنه که فرض میکنید تنگه هرمز رو میبندم که نزدیک به 20% صادرات نفت دریایی جهان از اونجا ارسال میشه. خب این یه تاثیر بزرگی بر اقتصاد. از طرف دیگه میبینیم که در سوریه، در یمن، در لبنان، در غزه، در عراق و غیره و غیره از طریق گروه‌های تروریستی که به صورت نیمه وابسته یا وابسته به خودش هستن، خب اونجا میتونه امنیت رو به خطر بندازه، نیروهای آمریکایی رو به خطر بندازه، نیروهای غربی رو غیره و غیره به خطر بندازه. این یه بحث دیگه است. از طرف دیگه با اسرائیل درگیر شده، دیگه خودتون میدونید شعارهایی که میدن 25 سه سال پیش گفتم 25 سال از نابودی تا نابودی اسرائیل باقی مونده، یعنی الان تقریبا 22 سال به حساب خود این آقایون باختری. از اون طرف به نظر من حتی بیشتر با عربستان درگیر شده، در واقع الان جنگ که ایران، جنگ سردی که ایران با عربستان به راه انداخته، شاید بگیم از جنگ سردی که با اسرائیل داره حتی خطرناک‌تر هست. و از طرف دیگه اروپا رو به دو طریق دیگه، دستکم به دو طریق دیگه تهدید میکنه. یک طریق قاچاق مواد مخدر هست. همونجور که میدونید جمهوری اسلامی و همچنین نهادهایی مثل سپاه، سپاه قدس و غیره و همچنین حزب الله لبنان که باز وابسته به ایران هست، اینها بخشی از ترافیک مواد مخدر از خاورمیانه به اروپا و همچنین منتر از اون از آمریکای جنوبی به اروپا رو در واقع اینها در دست با مافیای مواد مخدر برزیل و آمریکای جنوبی و غیره هم گویا گزارش هایی دیده میشه که روابط و زد و بند هایی داره. و خب این هم یک اهرام فشار دیگری هست که بر اروپا به ویژه به دست آوردن. و بعدی سیل مهاجران، سیل پناهندگان، یک تهدید امنیتی بسیار بزرگ بر اروپا هست. جناب اعتمادی که در دوه تشریف دارن احتمالاً اخبار رو بهتر از من میدونن و همچنین در آلمان چه جور الان احزاب و احزاب سیاسی در اروپا بر سر مسئله پناهندگان با هم اختلاف نظر دارن و بلکه نتیجه انتخابات گاهی اوقات در بسیاری از کشور اروپایی از روی مواضع این احزاب نسبت به پناهندگان، سیل پناهندگان در واقع تعیین میشه. خب پناهندگان از کجا میان؟ بخشی زیادی، بخش قابل توجهی از این پناهندگان از خود ایران میان. یعنی خیلی جالبه در بعضی از کمپ‌های پناهندگی سازمان ملل که شما تشریف ببرید یا آمار بگیرید، من با دوستانی هستن که کار حقوق بشر میکنن در اروپا در ارتباطم، میگن سهم مثلا ایرانی ها با سوری ها یا عراقی ها یا افغان ها که اونا حالا اون دو سه کشور دیگه در کشورشون تقریبا جنگ داخلی است، در ایران مثلا نیست، ولی متاسفانه به دلیل فروپاشی اقتصادی سهم ایرانی ها بعضا قابل مقایسه با سوری ها و عراقی ها غیره. خیلی جالبه. این یک طریق هستش که موج پناهندگان ایجاد میکنه جمهوری اسلامی برای اروپا. و طریق دوم هم همین کشورهایی هستش که در واقع دست کم به صورت غیر مستقیم یا گاهی مستقیم جمهوری اسلامی در اونها دست داشته و جنگ داخلی ایجاد کرده یا در شعله ورتر شدن جنگ داخلی نقش داشته و خب اونها هم جنگ زده شدن. اونها که از روز اول سوریه ها که جنگ زده نبودن که بالاخره جمهوری اسلامی هم نقش داشته دیگه. وقتی نیم میلیون انسان کشته میشن، 7-8 میلیون انسان آواره میشن، یکی از بزرگترین مسلمان کشی های تاریخ معاصر هست این مسئله سوریه. این هم یک اهرام فشار دیگری است و مثل هر گروگانگیر دیگری، مثل هر گروه مافیایی دیگری، همیشه تهدیدی که گروه مافیایی داره نسبت به قربانیان خودش، نسبت به جهان خارج، اینه که درسته که من قول دارم، درسته که من میلیون ها پناهنده بر سر تو آوار کردم، ولی اگر به من امتیاز ندی، به من باج ندی، بیشتر میشه این موج پناهندگان. الان یکی از دلایلی که کشور اروپایی با جمهوری اسلامی تا حدودی تا میکنن همین مسئله هست. ولی خب به هر حال هر باجگیری یک جایی هستش که دیگه طاقت بقیه طاق میشه و در واقع همه دوره هم جمع میشن میگن این باجگیر رو باید در واقع سر جاش بذاریم. متاسفانه موضعی است که ایران قرار داده جمهوری. اما واقعا آقای اعتمادی، حکومت‌های اروپایی یا اتحادیه اروپا یا حتی آمریکا به حکومت ایران در این 40 ساله به عنوان یک باجگیر نگاه می‌کنند یا یک مثال عامیانه است، گاو شیرده‌ای که به هر حال مزایای بسیاری داره،
ما چون وقتی برای راجب غرب صحبت میکنیم معمولا یک توهمی در ذهن ما هست، دست کم که این توهم تعریف دولت هست یا حکومت هست یا مردم هست، و معمولا نقش شرکت های بسیار بزرگ و تعیین کننده در سیاست های منطقه‌ای و حتی خود داخلی این کشورها هم نادیده گرفته میشه. ببینید، یکی از پیامدهای بسیار آشکار حکومت ایران یا انقلاب ایران نابودی دو ارتش قدرتمند منطقه بود. جنگ 8 ساله ایران و عراق که دو ارتش عملا از بین رفتن با در مراحل مختلف، بعد با سرنگونی صدام حسین و بعد موضوعات دیگه. آقای کیسینجر همون هفته های اول جنگ بود که در یک مصاحبه آقای هنری کیسینجر گفت، و من تعجب کردم این چه سخنی است، و بعد دیدیم که بله، گفت این جنگی طولانی خواهد بود بدون اینکه کسی پیروز بشه در اینجا، و شد همین. حرف من این هست که واقعا حکومت های غربی، اتحادیه اروپا، میبینیم حتی الان برای تحریم ها در جستجوی یه راه حلی بود، واقعا حکومت ایران رو به عنوان یک منبع شر نگاه میکنن یا خیر این چیزیه که در علن گفته میشه، در خفا یه 3-4 کار دیگر میکنن. ببین جناب چلنگی، من معتقدم که جنگ های نیابتی در خاورمیانه آغازش با جنگ بین ایران و عراقه، یعنی این دو کشور به نوعی با توجه به سیستم های نظامیشون که وابسته به غرب و شرق بودن در منطقه خاورمیانه جنگی را آغاز کردند که البته هر دو قدرت های بین المللی و سایر قدرت های جهانی و منطقه ای هم از وجود چنین جنگی بهره بردن. واقعیت اینه که ارتش ایران در زمان پیش از انقلاب اسلامی مدرن ترین و پیشرفته ترین ارتش خاورمیانه بود، همونطور که خود شما اشاره کردید. این ارتش در اختیار یک دولت و یک حکومت ملی و مردمی میتونه خطرناک باشه برای رقبای منطقه‌ای و حتی رقبا و همچنین قدرت‌های خارجی. بنابراین اون ارتش باید از بین میرفت و انقلاب اسلامی و آیت الله خمینی و دستیاران و طرفدارانش بهترین عاملی بودن که میتونستن با آغاز یک جنگ بی مورد این وظیفه رو انجام بدن و دادن. و از اون پس ما میبینیم با تقسیم بندی که صورت میگیره بین قدرت‌های جهان و سهمی که این بار ایران نصیب روسیه میشه و یا اتحاد جمهوری شوروی اون موقع و سپس چین، شرایط عوض میشه، سیستم نظامی تغییر میکنه و حتی ساختار ارتش فرق میکنه، متفاوت میشه و سپاه به وجود میاد، تجهیزات میگن برای سپاه در نظر میگیرن و اون چیزی میشه که امروز ما میبینیم. اما نکته که شما اشاره کردین راجع به اینکه آیا غرب ایران رو به عنوان یک تهدید میبینه یا نمیبینه، حقیقت شو بخواید آقای چلنگی، هیچ گونه شواهد، اسناد و مدارک و عملکرد مشخص نظامی وجود نداره که ایران به واقع یک تهدید جدی برای غرب و برای قدرت‌های بزرگ جهانی باشه. مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران هنوز یک مسئله مجهول و غیر مشخصه. غرب معتقده که ایران در صدد دست یافتن به بمب هسته‌ای است و پیشرفت‌های شایان و قابل توجهی کرده. از سوی دیگر حکومت اسلامی هم تظاهر به این کار می‌کنه. اما به نظر من تظاهر کردن حکومت اسلامی به این خاطره که بتونه غرب رو به وحشت بیاندازه، به قول شما به عنوان یک تهدید امنیتی جدی در خاورمیانه و در دنیا، و ایران همچنان به این آزمایش‌های موشکیش ادامه میده بدون اینکه هنوز ما کوچکترین نتیجه‌ای و یا به اصطلاح نمود خارجی از قدرت موشکی و هسته‌ای و نظامی ایران به طور جدی داشته باشیم. ایران یک بار در جنگ 8 ساله در برابر صدام حسین شکست خورد و این شکست رو توجیه کرد با اون تجهیزاتی که به هر حال هنوز از ارتشش باقی مونده بود در ایران و افسران و نظامیانی که آموزش دیده بودند، و هنوز این بار به طور مستقیم وارد هیچ جنگی نشده. اما نشانه هایی وجود داره که به نظر من جمهوری اسلامی ایران به واقع یک تهدید نظامی و امنیتی جدی نمیتونه باشه. شما نگاه کنین در همین یک ماه گذشته
نیرو هوایی اسرائیل بسیاری از مراکز تسلیحاتی ایران رو که با صراحت در اخبار گزارشش اعلام کرده رو بمباران کرد و از بین برد در سوریه. ایران و سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه با تمام به اصطلاح قلدرنمایی که میکنن و تهدیدهایی که میکنن حتی جرأت نکردن یک موشک به طرف اسرائیل پرتاب بکنن. با اینکه گفته میشود که هزاران موشک در انبارهای تسلیحاتی حزب الله لبنان در لبنان وجود داره و بسیاری از موشک‌ها در خاک سوریه وجود داره، اما ما کوچکترین واکنش از سوی سپاه و فرماندهان سپاه نمی‌بینیم. بنابراین من تصور نمی‌کنم که ایران به طور واقعی یک تهدید نظامی برای غرب و برای امریکا باشه. خب آقای فشندی، شما چرا مخالفید گفته آقای اعتماد؟ راستش من با تحلیل ایشون اگر مخالف هستید من این رو بفرمایید. با تحلیل ایشون درباره در واقع دهه پس از انقلاب و حتی تا میتونم بگم تا چند سال پیش، یعنی از 40 سال انقلاب اگر بگیرید با میتونم بگم 35 سال اولش، با تحلیل ایشون هم رأی هستم. بله، به روی کار آوردن در واقع جمهوری اسلامی یا دست کم کمک به روی کار آوردن جمهوری اسلامی و نابودی ارتش ملی ایران و همچنین ایجاد موج اسلامگرایی، اینها همه بخشیش دست کم به غرب کمک. برای مثال اگر حکومت شاه سرنگون نمیشد، تقریبا مسجل هست که کودتای سور، کودتایی که در افغانستان صورت گرفت و احزاب کمونیست اومدن داوود خان رو برکنار کردن و خودشون حکومت کمونیستیش خواستن برقرار کنن و نتونستن در واقع اداره کنن و در نهایت ارتش سرخ مجبور شد وارد بشه، هیچ کدوم از این اتفاقات اتفاق نمی افتاد. چون در همسایگی افغانستان وجود ایران به عنوان یک کشور قدرتمند قطعا یک عامل دافعه بود که اصلا ارتش سرخ وارد نمی شد. خب ورود ارتش سرخ یکی از عواملی بود که منجر به ورشکستگی شوروی یا در نهایت فروپاشی شوروی شد، پس از 10-11 سالی که ارتش سرخ مجبور شد که از کلی تلفات و مخارج نظامی در نهایت از افغانستان خارج بشه با فروپاشی شوروی. و این نظر شخصی من نیست، این نظر خیلی از کارش. خب پس در این که وجود جمهوری اسلامی در دوران جنگ با عراق، در دوران جنگ سرد منتهی به فروپاشی شوروی تأثیر داشته، در این شکلی نیست. همچنین یک تأثیر بزرگ دیگه که در دهه 80 میلادی داشت، یعنی یک خدمت بزرگ دیگه که جمهوری اسلامی به غرب کرد، این بود که در آن دوران پس از اینکه ایران دچار فاجعه انقلاب شد، خب اوپک اهمیت خودش رو از دست داد و بازار نفت سقوط کرد. سقوط بازار نفت شوروی رو در اون زمان بسیار ضعیف کرد، به این دلیل که به صورت خالص که حساب بکنید، نت که حساب بکنید، شوروی صادر کننده انرژی و نفت بود و بلوک غرب و ناتو این در واقع وارد کننده نفت. پس در واقع اینکه بازار نفت یک افول جدیدی بکنه، اصطلاحاً کرش بکنه، این اصولا به نفع غرب دست کم در اون بازار. و در نهایت 90 میلادی هم شاید بشه گفتش که همچنان وجود جمهوری اسلامی شاید از جهاتی به سود غرب. اما کم کم با گذشت زمان، ببینید در چند سال اخیر به نظر من این معادلات ژئوپلیتیک عوض شد. یعنی اولا که در زمینه نفت پس از 45 پس از 50 سال تقریبا، یعنی از 10 سال پیش از انقلاب تا کنون، آمریکا شده صادر کننده نفت در جهان، نه وارد کننده. این به دلیل انقلاب شل هست. در نمیدونم حالا چقدر بینندگان عزیز اخبار رو دنبال بکنن، تکنولوژی نفت در واقع عوض شده در جهان. پیش از این ما چاه‌های عمودی داشتیم، هم مشابه چاه‌هایی که در ایران و مسجد سلیمان اولیش بود و غیره اینا، که اون تکنولوژی خیلی ساده استخراج نفت. در آمریکا در 10-15 سال اخیر انقلابی به وجود اومده با حفر چاه‌هایی که به صورت مورب و مایل و بلکه افقی در مواردی زده، شبیه قنات‌های در واقع سنتی ایران، و به این صورت میشه نفت رو از جایی درآورد که اصلا قبلا فکرشون نمی‌کردن. فرض کنید قبلا بیشتر نفت از تگزاس درمیاد، از نبراسکا، غیره از نورت داکوتا و بسیار از ایالت‌های دیگه. خب به همین دلیل تولید نفت آمریکا به چنان بالا رفته که معادلات ژئوپلیتیک جهان به هم خورد. در شرایط کنونی عرض من
اون صحبتایی که در پاسخ پرسش پیشینتون عرض کردم، عرض من در شرایط کنونی است. در شرایط کنونی ژئوپلیتیک جهان، با توجه به اینکه آمریکا یک صادر کننده بزرگ نفت شده، پس ارزونی نفت چندان به سودش نیست، من فکر کنم که و همچنین معادلات جهانی در خاورمیانه و اروپا و برنامه موشکی و غیره، من فکر نمی‌کنم که نگه داشتن و حفظ جمهوری اسلامی دیگه کارکرد چندانی برای آمریکا و متحدانش در بیشتر. گفتگو می‌کنیم با آقای شروان فشندی و آقای حسن اعتمادی. آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای فشندی عضو گروه پرشگرد و تحلیلگر اقتصادی. تا لحظاتی دیگر، اتحاد نیروهای مختلف در انقلاب اسلامی چه نتیجه در پیداست و راه برون رفت از اوضاع کنونی در کجاست و از کجا می‌گذرد؟ تا لحظات دیگر. آقای اعتمادی، شما اشاره کردید به روشنفکران، گروه های مختلف احزاب سیاسی. ببینید، در انقلاب 57 برای بینندگان نسل جوان به خصوص من توضیح میدم که تمام گروه ها، سازمان های سنتی سیاسی و غیر سنتی در کنار هم بودند. از کنفدراسیون دانشجویان و دانش آموزان ایرانی در خارج از کشور تا جبهه ملی تا حزب دوباره آمده توده، چریکای تازه از زندان آزاد شده فدایی و مجاهد و حزب مؤتلفه اسلامی و به هر حال همه کسانی که عرصه نامی در عرصه سیاسی معاصر ایران داشتند. در کنار اونها نویسندگان سرشناس، روزنامه‌نگاران سرشناس، یک اتحادی که در واقع من سراغ ندارم و شاید در هیچ جای جهان به این شکل و به این طیف گسترده وجود نداشته باشه در قرن بیستم، یا دست کم دیگه در خاورمیانه قطعا وجود نداره. نتیجه انقلاب، و ما در مورد اتحاد بسیار صحبت میکنیم که این رو رمز رهایی از موقعیت هایی که نمیپسندیم میدونیم. تفسیر شما رو درباره چنین اتحادی، این اتحاد چه نوع اتحادی بود که واقعا چه وجه مشترکی داشت هیئت مؤتلفه اسلامی و جبهه ملی، جبهه ملی و حزب توده، حزب توده و چریک فدایی خلق، قاضیان دادگستری ما، وکلای دادگستری ما، کانون وکلای ما، امثال حسن نزیه و بقیه و اینها، چه وجه مشترکی داشت؟ ببینید جناب چالنگی، من سالهاست به این نتیجه رسیدم که اولا انقلاب ایران یک انقلابی نبود که آگاهانه صورت بگیره و مردم ایران بدونن که چی نمیخوان و چی میخوان. مجموعه عواملی بود که شرایط رو فراهم کرد که هموطنان ما به خیابونها اومدن، علیه رژیم گذشته شعار دادن و سرانجام نتیجه شد حکومت اسلامی. اما در رابطه با مسئله همکاری و اتحادی که صورت گرفته در سال 57، هیچ سند و مدرکی وجود نداره که این اتحاد یک اتحاد اصولی بوده باشه. یعنی اینکه احزاب و سازمان‌های سیاسی مختلف در اون دوره که جزو مخالفین و منتقدین حکومت قبلی بودن، حول محورهای معینی با هم اتحاد کرده باشن و هر کدوم اونها دارای استقلال و قدرت تصمیم گیری باشن، بلکه همه اونها اومدن لبیک گفتن به آیت الله خمینی و اختیار خودشون، حزبشون، تشکیلاتشون و اون چیزی که فکر میکردن رو در دست ایشون گذاشتن، در دست آقای خمینی گذاشتن. آقای خمینی هم بر اساس باورهای مذهبی خودش و آرزوی دیرینه‌ای که از سالها پیش داشت، انقلاب اسلامی رو یا جمهوری اسلامی رو پیشنهاد کرد، پایه‌گذاری کرد و در نتیجه به خاطر عدم نفوذ روشنفکران ما و ارتباطشون با مردم و وجود احزاب سیاسی که با مردم کشور در ارتباط بوده باشن، اختیار در دست این فرد افتاد و نتیجه انقلاب اسلامی به بار نشست. آقای اعتمادی، اجازه بفرمایید، برای اینکه شما اشاره کردین که مردم نمیدونستن چه میخوان، ببینید این حرف پذیرفتنش چندان راحت نیست.
انقلاب شعارهای خیلی مشخصی داشت، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی از شعارهای اولیه بود. دست کم رهبران سیاسی وظیفه داشتن بپرسن این جمهوری اسلامی کیست. رهبری انقلاب کاملا مشخص بود، آیت الله خمینی بود. آیت الله خمینی دست کم کنفدراسیون ایران اون رو به عنوان یک رهبر انقلابی میشناخت و به ملاقاتش بارها رفته بودن. و آیت الله خمینی معلوم بود در سال 42 چه گفته بود و بعدها شد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. دست کم استاد دانشگاه تهران، علوم سیاسی دانشگاه تهران که در همون مواقع من باش صحبت میکردم، جمهوری اسلامی شما میدونید چه هست، باید میدونست، نباید میدونست. یعنی این که مردم نمیدونستن، بفرمایید، مردم نمیدونستن این، بفرمایید. اولا شعار نه غربی نه شرقی به نظر من شعاری بود که خود انقلابیون بر سر زبون مردم انداختن. شما میدونید که مردم ما نه اون زمان و حتی متاسفانه امروز به دقت اینی که چی میخوان رو هنوز مطرح نکردن. میگن ما حکومت اسلامی رو نمیخوایم، این رژیم فاسد است و غیر و ذلک، ولی هنوز نگفتن به دقت چی میخوایم. مسئله نه غربی نه شرقی شما خودتون میدونید در اون زمان فرهنگ جامعه فرهنگ امریکایی بود. تمام وابستگی های به اصطلاح طبقه متوسط ایران، گرایش روشنفکران ایران به سوی غرب و به سوی به اصطلاح به ویژه امریکا بود. دانشجویان ما گروه گروه به امریکا می رفتن برای تحصیل. همونطور که عرض کردم سینمای ایران، تئاتر ایران، ادبیات ایران متأثر از فرهنگ غربی و فرهنگ امریکایی هم بود و در نتیجه بخش وسیع از مردم شهرنشین ایران طرفدار امریکا بودند. تلاش میکردن به همین دلیل یعنی با جمهوری اسلامی موافق بودن آقای اعتمادی این حرف نه به نظر حرف... هیچ آقای چالنگی ببینید خود شما خودتون میدونید طبقه متوسط ایران تماشاچی انقلاب سال 57 بود. اونها از پشت پنجره و بالکن به تظاهرات نگاه میکردن. نیروی شرکت کننده در صف تظاهرات بخشیشون از بله من چون باید گزارش دقیق بدم این نبود. بسیاری از کارکنان کارمندان دولت در اعتصابات در انقلاب شرکت کردند و بسیاری طبقه متوسط اعتصابات شرکت نفت در بردارنده طبقه متوسط بود. برگردیم به حرف اتحاد. این اتحاد به هر حال اینکه شعارها نامعین بود به اصطلاح کاملا مشخص بود. اتحاد اصولی از نظر شما چون اشاره کردید خیلی مختصر بفرمایید چه هست و باز فرنگش باز به این موضوع بفرمید. من که خدمتون عرض کردم گروه های سیاسی و روشنفکران ما به نظرم به دلایل گوناگون اطاعت کردن از خمینی، با خمینی ائتلاف نکردن چون ما حزبی نداشتیم، سازمانی نداشتیم. این که شما میفرمایید سازمان مجاهدین، سازمان فدایان، سازمان فدایان تو سال 57 تعداد کسانی که رهبران این سازمان بودن از 5 نفر تجاوز نمیکرد. شما برید به سوابق و دانش سیاسی این 5 نفر در اون زمان مراجعه کنید ببینید اینا تا چه اندازه درکی از واقعیت‌های جهانی و منطقه‌ای و بین‌المللی داشتن. بنابراین یک چنین جامعه ضعیفی از لحاظ تحزب سیاسی، از لحاظ آگاهی سیاسی، شما می‌فرمایید که روشنفکران دانشگاهیان فلان. ببینید جناب چالنگی، الزاماً من دانشجو، من روشنفکر، من پزشک، من دکتر، من فیزیکدان، من اقتصاددان، حتی و حقوقدان به معنای این نیست که من مسلط بر مسائل سیاسی جهانی و کشوری خودم هستم و میتونم اشتباه بکنم. جامعه‌ای که از لحاظ سازمان یافتن جامعه مدنیش ضعیفه، حزب درش وجود نداره، سندیکا وجود نداره، روزنامه آزاد وجود نداره، رسانه آزاد وجود نداره، نتیجه میشه انقلاب اسلامی. خب نه، کنفدراسیون ایران دسترسی به همه منابع آزاد رو داشت و در بسیاری از جای دیگه هم چنین هست و به طرف یک انقلاب دینی نمیرن. بسیاری از کشورها استبداد هست ولی به این طرف یک حکومت دینی آرمانهای خودشون، اونم در کشوری که کمتر از 100 سال پیش انقلاب مشروطه ایستاده بودن در برابر کسانی که خواستار برقراری حکومت دینی بود. توجیه این که چون احزاب آزاد نبود بنابراین انقلاب اسلامی جای بحث بسیار داره.
تفسیر شما رو میشنویم آقای فشندی درباره اون چه که آقای اعتمادی گفتن درباره بله اتفاقا همین امروز من یک مقاله منتشر کردم در دویچه وله فارسی، اگر دوستان و علاقمندان بتونن فرصت کنن برن ببینن، به همراه دکتر علی اشتری از اعضای فرشگرد یک مقاله چاپ کردیم به نام 4 افسانه درباره انقلاب ایران. من خیلی تیتروار عرض میکنم این 4 افسانه، یعنی مقصود ما این بود که همونجور که آقای اعتمادی به درستی اشاره کردن، بله نه تنها در اون زمان اون اتحادی که شکل گرفت حول آقای خمینی، حول محور آقای خمینی، اتحاد درستی نبود و از روی آگاهی نبود، بعضا از روی سودجویی و قدرت طلبی بود و فریب مردم، و همچنین بلکه حتی تا همین الان که 40 سال از اون ماجرا گذشته، بسیاری از دستاندردارکاران اون انقلاب، بسیاری از کسانی که تا گامهایی با آقای خمینی همراه بودن، همقدم بودن، بعد در دوره‌های مختلف بعضیاشون یه سال بعد از انقلاب، بعضیاشون چند سال بعد از انقلاب از هسته اصلی قدرت اخراج شدن و به بیرون پرت شدن، اینها هنوز بسیاریشون تحلیل درستی ندارن پس از 40 سال و تحلیل صادقانه‌ای نه با خودشون، نه در فرض کنید در جلسات درون سازمانیشون و نه با مردم، و به انواع توجیه‌ها دست می‌یازن تا اینکه در واقع قبول مسئولیت نکنن. این 4 افسانه کدوم هست؟ نخستین افسانه اینه که آرمان‌های زیبایی داشت انقلاب، آرمان‌های آزادی‌خواهانه و لیبرالی داشت انقلاب، اما به گمراهی کشیده شد، به بیراهه کشیده شد. برای مثال مثلا شبیه تشبیه می‌کنم به انقلاب فرانسه که بله شعارهای اصلیش برابری، برادری، آزادی، fraternité، equality، liberté بود و بعد حالا دوچار ترمیدور شد و دوچار روبسپیر و غیره و غیره. و این در واقع یه جورای تشبیه می‌کنم به اون انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه. خب این رو ما نشون دادیم اونجا با سند و مدرک که نه چنین نبوده. انقلاب ایران نمیگیم که هیچ آرمان آزادی‌خواهانه‌ای درش نبود، اما در متن نبود. اگر ما آرمان آزادی‌خواهانه بود، در متن چی بود؟ در متن ترکیبی از ایدئولوژی‌های اسلام‌گرایانه و مارکسیستی، همون چیزی که شاه فقید با تعبیر یا تمثیل ارتجاع سرخ و سیاه ازش نام. این موتور محرک در واقع انقلاب ایران بود، نه آرمان‌های آزادی‌خواهانه. اینجوری نبود که آرمان‌های خوبی داشته باشه حالا به دلایلی به انحراف کشیده. این یک مسئله. افسانه دومی که بسیار من شنیدم تکرار میشه، یعنی من با این افسانه‌ها بزرگ شدم، افسانه‌ای که عمدتاً از طرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی تکرار میشه، این هست که انقلاب ما را دزدیدن آقای خمینی یا طرفدارانش یا هر کی انقلابو دزدید. و ببینید این افرادی که این افسانه رو دائم تکرار میکنن، ببینیم خودشون چه رفتاری داشتن. خود اینها بعضن بعضیشون اصلا مارکسیست بودن، اصلا به دین هیچ گونه اعتقاد نداشتن، به خدا هم کلا اعتقاد نداشتن، ایتئیست بودن. رفتن پشت سر یک شخصی که ردای مذهبی داره، یعنی مقام مذهبی داره، مرجع مذهبیه، رفتن قرار گرفتن این خودش منتهای ریاکاریه، آدم ایتئیست کلا میشه میره، آدم خدا رو قبول نداره میره، فرض بکنید که پیش یک مقام مرجع و اونجا اظهار خاکساری میکنه. رفتن پشت سر ایشون قرار گرفتن به چه امیدی؟ دیگه ما که اینو میدونیم که خب به این امید که گمان میکرد آقای خمینی یک به هر حال پیرمرد روحانی هست، سیاست نمیدونه، چند ماه بعد از انقلاب احتمالاً میره قم میشینه برای خودش عبادت میکنه و غیره و غیره، و ما هم میتونیم بیایم مصدر قدرت. این انگیزه بسیاری از انقلابیون اون زمان بود که اصلا ایدئولوژیشون هم ممکن بودش تشابهی با آقای خمینی نداشته باشه، از جبهه ملی بگیرید تا حزب توده و فدایان و غیره. خب در نهایت نتونستن این کار بکنن و در واقع خواستن انقلاب رو از آقای خمینی بدزدن، آقای خمینی نذاشت و طرفدارانش نذاشت با بسیج توده ها و غیره. حالا همون هایی که خواستن انقلاب بدزدن و نتونستن الان میان میگن آقای خمینی انقلاب ما رو دزدید. افسانه سومی که تکرار میشه این است که آقای خمینی ما رو فریب. آقای خمینی اگر هم دروغ گفتن در همون 3-4 ماهی که در نوفل شاتو بودن، بله اونجا مقدار دروغ‌های مصلحتی یا خدعه یا نمیدونم فرض بکن که تقیه کرده، این درسته، منتها پیش از اون ایشون کتاب نوشته بودن درباره ولایت فقیه، درباره حکومت اسلامی به تفصیل نظراتشون رو توضیح داده بودن، و اونجا اصلا آغاز ورود آقای خمینی به سیاست با چی بود؟ آغاز ورود آقای خمینی به سیاست با اعتراض به حق رأی زنان و حق غیر مسلمانان برای سوگند خوردن به کتب غیر قرآن بود.
خب پس با یک در واقع با یک زاویه و با یک رویکرد ارتجایی آقای خمینی از اول وارد شده بود. نمیتونید شما بگید که ایشون دو تا شعار آزادی خواهان دادن من فریب خوردم. پس شما چه روشنفکری هستی که برای مردم تصمیم گیری میکنی؟ چه رهبر سیاسی هستی که میای بیانیه میدی؟ خب اینم افسانه سوم. افسانه چهارم من خیلی سریع عرض میکنم، اونم که دائم پیاپی تکرار میکنید که انقلاب ایران، انقلاب سال 57 ناگزیر بود، جبر زمانه بود، ضرورت، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. هم قانون اساسی مشروطه و هم حکومت شاه و هم شخص شاه فقید اینا ظرفیت بسیاری برای اصلاح داشتن. یعنی قانون اساسی مشروطه میتونستش بخشهایش با یه تغییرات خیلی کوچیک اصلاح بشه، به صورتی که فرضاً دخالت شاه در سیاست کم بشه. خود شاه آماده بود، بارها اعلام کرده، دو سال پیش از انقلاب شروع کرده فضا رو باز کردن و آماده بود که به مرور همونجور که سنشون بالا میرفت و مشکل سلامتی داشتن، حاضر بودن که کم کم بکشن از سیاست، نقش خودشونو کم رنگ بکنن، بکشن کنار و بیشتر در نقش شاه مشروطه باشن و در واقع دموکراسی پا بگیره. گزینه‌های بسیاری داشتن انقلابیون اون زمان. به جای فرض بکنید که کلا نابود کردن مشروطه، میتونستن اگر هم خیلی حالا با شخص شاه، به شخص شاه بی‌اعتماد شده بودن، میتونستن شخص شاه رو وادار به استعفا بکنن. ایشون هم با توجه به مشکلات سلامتی که داشتن احتمالاً قبول می‌کرد و فرضاً پسر جوان ایشون رو موقتاً به عنوان پادشاه بذارن و حالا اگه به دلیل جوونی مثلا میتونستن شورای سلطنتی بذارن یا کارهای دیگه مثل دوران عزل رضا شاه، استعفای رضا شاه. منظورم که گزینه‌های بسیاری بود، انقلاب ناگزیر نبود. بله خب در انقلاب ایران نظری هم هست که همه بد بازی کردن، از حکومت وقت گرفته خود شاه فقید ایران و انقلابیون و بسیاری دیگه، حتی آیت الله خمینی، مردم و بسیاری دیگه. این نظری هست که امیدوارم دربارش بشه بعدها به طور مفصل من سخن خواهم گفت. اما بفرمایید آقای اعتمادی، وقتمون کم هست. این وضعیت، من فقط یه اشاره کوتاه بکنم، در سال 57 درسته که سازمان‌های فدایان یا مجاهدین از زندان تازه آمدن در زمان بختیار هرچی که بودن، اون تا نام‌های بسیار بزرگی بودن، تجمعات بسیار بزرگی رو تا سقوط نظام تشکیل دادن و بسیاری دیگه، و افرادی بودن، فرد که نفوذ بسیار داشتن در سطح مملکت، مانند اسم ببریم مثل آقای حسن نظیم، مثل آقای حاجی جوادی و بسیاری دیگه که اعلامیه و سخن اونها میلیون ها شنونده داشت یا خوانند. در چنین وضعیت آقای اعتمادی، فقط یک پرسش به طور کلی، اگر شما بخواید شمای بیرون رفته از این اوضاع رو تصویر کنید با تجربه 40 ساله حسن اعتمادی ناظر دقیق سیاسی، به ما چه خواهید گفت؟ آقای چلنگی، من فکر میکنم که ما به اندازه کافی نسبت به گذشته صحبت کردیم دربارش و قضاوت‌های درست و نادرست هم کردیم. هیچ اشکالی هم نداره، این تاریخ رو هر کسی میتونه بر اساس نگاه خودش بیان بکنه و تفسیر بکنه، اگرچه حالا اصول درستی نباشه. اما اون چی که مهمه آینده ایرانه. به نظر من در شرایط کنونی همه ما باید کوشش بکنیم با همفکری با هم، با گفتگوی با هم، با تعامل با هم، راهی رو پیدا بکنیم که تاریخ در کشور ما تکرار نشه. امروز ما شاهد این هستیم که تا 2 هفته دیگر 70 کشور جهان دور هم گرد خواهند اومد که برای ایران تصمیم گیری کنن، فکر کنن، قضاوت بکنن. حالا من نمیدونم تمام جزئیاتتون قرارتون کنفرانس ورشو اتفاق بیفته چه خواهد، ولی در مورد ایرانه. ولی در صورتی که تا این لحظه ما ایرانی ها و ما جریانات سیاسی و روشنفکران کشور بله. ما آقای اعتمادی، وقتمون رو به اتمام کنفرانس ورشو مهم این بود که امیدوارم در جلسات بعد ما به آینده بیاندیشیم، برای آینده برنامه‌ریزی کنیم با کمک بدون تردید. ولی لزومی هست که آدم به طور دقیق گذشته رو بدونه، کما اینکه اگر احزاب سیاسی ما، شخصیت‌های سیاسی ما و چهره‌های سیاسی ما نظارت دقیقی داشتن، تاریخ مشروطه رو به طور دقیق بررسی کرده بودن، شاید به دنبال روحانیت نمی‌رفتن و جستجوی آزادی رو از روحانیت طلب نمی‌کردن اگر مشروطه رو خونده بود. سپاس بسیار از آقای حسن اعتمادی در استکهلم و با سپاس از شما آقای شروان فشندی در نیویورک.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا کلوند کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.